عصر افسانه ها، بازی قهرمان ها، خدایان، موجودات اساطیری و داستان های حماسی است و در آن باید تمدن خودتان را در دوره خاص رهبری کنید. از یک شروع ساده در دهکده کوچک تا شهرهای بزرگی که توسط خدایان حمایت می شوند. نابودی دژ تروآی ها، نبرد با غول ها در سرزمین های یخزده شمالی و مبارزه با دشمنان در صحراهای سوزان مصر. در عصر افسانه ها خدایان نقش بسیار مهمی دارند و قدرت آنها به شما کمک زیادی خواهد کرد. مأموریت امروز شما آسان است. آرکانتوس دور از وطنش یعنی آتلانتیس در حال دریانوردی است. به دنبال سایکلاپس بگردید. با کشتن موجودات اهریمنی، مهارت و شهرت آرکانتوس و همراهانش بیشتر می شود. یک بار دیگر خداوند کمکمان کرد. این همانند نبرد با تریس بود. مدت ها از زمانی که تو او را به جهان ارواح فرستادی گذشته است. آرکانتوس، بار دیگر باید انتظار یک نبرد را داشت. بله، آنها از دشمنان قدیمی ما هستند و هنوز هم در اینجا وجود دارند. تو در نبردهای بیشماری در آتلانتیس پیروز شده ای و دیگر کسی جرأت مقاومت در مقابل تو را ندارد. بله، مدت هاست که دشمنان تنها در رویای من هستند و در جهان واقعیت بسیار ضعیف شدند. آیا به این حرفت واقعا اعتقاد داری فرمانده آتلانتیس؟ بدان که آتلانتیس هنوز هم دشمنانی دارد که می توانند در مقابل تو مقاومت کنند. منظورت این است که دشمنانی وجود دارند که من و خانواده ام را تهدید کنند؟ این دشمنان با بقیه تفاوت دارند. آرکانتوس، مراقب سربازانت باش. زمان تاریکی در راه است و تو به آنان نیاز داری. آرکانتوس، بیدار شو. فرمانده. بله، آتلانتیس در افق دیده می شود، به زودی خواهیم رسید. عالیه، خوشحالم که یک بار دیگر می توانم پسرم کاستور را ببینم. آرکانتوس، پیشگویی ها را از یاد نبر و بدان که پوسیدون بسیار عصبانی است. ما باید تروآی ها را شکست دهیم. ما خوششانس بودیم که سربازانمان قبل از پایان نبرد بازگشتند. آنها تنها به یک فرمانده خدمت نمی کنند، بلکه در خدمت آتلانتیس هستند. این مایه شرمساری آگامنون خواهد شد که یک فرمانده تازه کار را برای این مأموریت بفرستیم. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است، پس تو فرمانده این حمله خواهی بود. یعنی میخواهی بگویی؟ کاستور همینجا بمان. آرکانتوس یک قهرمان است و میتواند موجودات اساطیری را نابود کند. عالی است. حالا می توانیم پیش برویم. پرچم سیاه، دزدان دریایی. راهزنان در آتلانتیس؟ آنها چه قصدی دارند؟ آتلانتیسی ها به زودی خواهند رسید. آرکانتوس، نیروهای آتلانتیس رسیدند. گوش به فرمان تو هستیم. کشتی دزدان دریایی نزدیک می شود. باید بسیار مراقب باشیم. آرکانتوس، یک پیام دیگر. برخی از موجودات پوسیدون به دزدان دریایی کمک خواهند کرد. پدر، آنها عصای سه‌شاخه را دزدیدند. چی؟ بله، این عصا هنگام نبرد دزدیده شده است. کموس، بدین ترتیب ما حمایت پوسیدون را از دست داده‌ایم. ما باید کاری بکنیم. همانطور که گفتی به تروآ خواهم رفت، چرا که باید عصای سه‌شاخه زئوس را پیدا کنم. مردان و وسایل را جمع کنید. باید با کشتی حرکت کنیم. من هم بیایم؟ نه، من به تو در اینجا نیاز دارم. نگران نباشین، مأموریت طولانی نخواهد شد. انجام این مأموریت شاید تنها راه آرام کردن پوسیدون باشد. دزدان دریایی، به سمت بندر بروید. او ما را به کموس هدایت خواهد کرد. تیراندازان آماده باشید. ما باید به آنها حمله کنیم و انتقام آتلانتیس را بگیریم. کیموس به سمت شهر فرار کرده. تعقیبش کنیم.
آرکانتاس، زندگی تو به پایان رسیده. زمانی را میبینم که سرت را از دست خواهی داد، ای پسر آتلانتیس. یکی از فرزندان پسادان هنوز از دشمنان حمایت میکند. باید سعی کنیم تا به سرعت اسا را به آتلانتیس بازگردانیم. آرکانتاس خدای من، باور نمی کنم که آتلانتیس بهترین فرمانده اش را برای کمک به من فرستاده باشد. متشکرم شاه آگامنون. آجاکس، دوست قدیمی، خوشحالم که دوباره تو را می بینم. ترایی ها خیلی سرسختند دوست من. از دیدار دوبارت خوشحالم و امیدوارم به زودی به وطنت بازگردی. من اینجام تا به تو کمک کنم. هلن در پشت این دیوارها زندانی است. برای نجات او شانس کمی داریم. ما باید وضعیت را تغییر دهیم. تو درست به موقع به اینجا رسیدی آرکانتاس. مردانت را به طرف ساحل ببر و قرارگاهت را در شرق بساز. بسیار مراقب باش، زیرا ترایی ها مأمورانی در آنجا دارند. هر وقت کارت به پایان رسید آماده حمله خواهیم شد. عالی بود. با نابودی نیروهای آنها آگامنون میتواند حمله کند. بالاخره دوست ما رسید، قهرمان آتلانتیس. برادران، آرکانتاس را به شما معرفی میکنم. او به ما کمک خواهد کرد. من مدت هاست که او را میشناسم. اگر آماده فرماندهی هستی، ما به تو کمک خواهیم کرد. حالا باید چه کنیم؟ من به عنوان فرمانده در اینجا خواهم ماند. تو و آرکانتاس نیروهای خود را به سمت دروازه هدایت کنید و سعی کنید آنجا. این یک شروع خوب است. در مورد بقیه دشمنان چه کار کنیم؟ نیروهای من و آژاکس در همین جا خواهند ماند. پس از باز شدن راه، نیروهای آژاکس خطوط دفاعی را باز می‌کنند و من هلن را نجات خواهم داد. فرمانده، ما به طلا احتیاج داریم و باید معدن طلای ترایی ها را پیدا کنیم. یونانی ها در حال نزدیک شدن هستند. آتلانتیسی ها قصد حمله به ما را دارند. دروازه دفاع کنید، ترایی ها نباید سقوط کند. به آژاکس بگویید که دروازه فرو ریخت، او باید عجله کند. فرمانده، دشمنان حمله کردند و آژاکس تحت محاصره است. چی؟ باید او را نجات دهیم. باید برای نجات آژاکس از دروازه بگذاریم. راهی جز این نداریم. بله، مراقب باشید. عجله کن آژاکس، نیروهایت را به اینجا بیاور. به کمک من بیایید. متشکرم دوست من. نیروهای قرارگاهت را بازیابی کن آژاکس. این باید قرارگاه اصلی آنها باشد. باید به آن مکان حمله کنیم و آنجا را به محاصره خود درآوریم. ما کنترل اینجا را به دست آوردیم آژاکس. حالا باید آماده حمله دوباره شویم. آرکانتاس، آژاکس با آگامنون حمله شده است. ترایی ها در اینجا هستند و ما باید با آنها مبارزه کنیم. نیروهایتان را به سمت قرارگاه برگردانید تا دوباره حمله کنیم. به راستی که نبرد بسیار سختی بود و آنان بسیار قوی بودند. ما خوش شانس بودیم که توانستیم از دست آنان فرار کنیم. فرار؟ ما باید دروازه را نابود کرده و به آنها حمله کنیم، نه اینکه حرف از فرار بزنیم. ترایی ها منتظر چنین لحظه‌ای بودند. آنها به سرعت حمله را از سر خواهند گرفت. پوسیدون خدای اسب هاست و بدون شک این موضوع در آتلانتیس به ما کمک بسیاری خواهد کرد. فکر خوبی است آرکانتاس. یک اسب چوبی. من نمیفهمم. یک اسب چوبی به چه کار می آید؟ باید یک اسب چوبی بزرگ بسازیم. عجله کنید، فرصت زیادی نداریم. به سمت دروازه ها، باید تروها را فتح کنیم. خوب بود. ترایی ها دیگر توان حمله به ما را نخواهند داشت. عالی بود. ما موفق شدیم آنها را از بین ببریم. حالا اسب را حرکت دهید. سریع.
آقا منون، تو باید با کشتی ها به سمت دروازه بروی. آجاکس، آرکانتاس و من سعی میکنیم دروازه را برایت باز کنیم. از تو بسیار متشکرم اودیسیوس. من به انگام شب باز میگردم. اگر دروازه را خراب کنیم، نیروهای من میتوانند وارد شوند. برای عبور از این راه باید صبر کنیم. نباید حالا با آنها درگیر شویم. اطاعت. باید بسیار مراقب باشیم. روا سقوط کرد. حال باید هلن را آزاد کنیم. موافقم آرکانتاس. بازگشت به آتلانتیس؟ شاید باید اینجا بمانیم و با آنها کمک کنیم، ولی من بازگشت به وطن را ترجیح می دهم. باید کشتی ها را آماده کنیم. دزدان دریایی در این اطرافند. فکر می کنی آنها می خواهند به آتلانتیس حمله کنند؟ نه. در این نزدیکی یک بندر وجود دارد. من یک دریانورد هستم و می توانم کشتی تو را در مسیر درست هدایت کنم. آیا او بلندتر از درختان شده است و صدایش رساتر از تندر و قدرتش بیشتر از خدایان؟ منظورت چیست کمسیت؟ کیموس بازگشته و اسایس شاخه را از دست داده است آقا. او گفت اتلانتیسی ها به تروا حمله کردند و با بودن آنها نبرد چندان طولانی نخواهد شد. محاصره تروا باید شکسته شود. باید مراقب زئوس باشیم. آیا سوال دیگری داری کمسید؟ نه، همه چیز همان گونه که انتظار می رود در حال پیشرفت است. ولی نمی توان زیاد مطمئن بود. باید بسیار مراقب باشیم. آتلانتیسی ها قدرت عجیبی دارند. کموس را بفرست. می خواهم با او صحبت کنم. بله فرمانده. اوضاع خوب نیست. خدای من، چه اتفاق؟ راهزنا دوباره اومدن. ای دیوانه، ما راهزن نیستیم، بلکه از دوستان شماییم. خدا رو شکر سربازا برگشتن. درست است، حال بگو چه اتفاقی افتاده است. بعد از اینکه شما برای حمله به تروا رفتید، راهزنا به اینجا حمله کردن و مردم رو به اسارت گرفتن، حتی کایرون را. کایرون دیگر کیست؟ او قهرمانی بود که خدا برای نجات ما فرستاده بود. باید او را پیدا کنیم یا کسی را که اطلاعاتی راجع به او داشته باشد. اگر می‌خواهید اسرا را نجات دهید، پیشنهاد می‌کنم از جاده غربی بروید. چه کار کنم؟ ما نجات پیدا کردیم. سنتاس، مردان تو کجا هستند؟ کایرون در زندان اسیر است. تو باید به شهر رفته و او را نجات دهی. چه کار کنم؟ حرکت کمک! دزدان همه چیز را نابود کردند. ما باید عجله کنیم تا بتوانیم با نابودی ساختمان ها دشمن را شکست دهیم. مرکز شهر بار دیگر اشغال شده. حال می توانیم از این ساختمان ها استفاده کنیم. عالی است، ما توانستیم همه چیز را باز پس گیریم. ما برای محاصره به یک سپاه قوی نیاز داریم. آرکانتاس، منتظر رسیدنت بودم. از کمک تو بسیار متشکرم. خوش آمدی. ما زندانیان دیگری را پیدا نکردیم. رهبر راهزنان مردی به نام کمسیت هست. او زندانیان را به سمت شمال خواهد برد. آژاکس، سربازانت را جمع کن. باید به سمت کشتی ها برویم. کایرون، فکر نمی کنی که ما گم شده ایم؟ البته که فکر نمی کنم. من بارها از این مسیر آمدم، اما تا به حال چنین چیزی را ندیدم. این ساختمان ها تازه ساخته شدند، چرا که دیوارهایشان هنوز آفتاب نخورده است. ممکن است کار راهزن ها باشد. مردان آیکلوس کجا هستند؟ نمیدانم، شاید همین حوالی باشند. پیدایشان کنید.
این منطقه را بگیرید و منابع مورد نیازمان را پیدا کنید. بهتر است همین حالا باز کردی قبل از اینکه جانت را از دست بدهی. تمام استحکامات نظامی را نابود کنید. آنها حمله کردند، حمله ای به سرخی ابرهای صبحگاهی و از داخل معابدی که خدایانشان را در آنجا نگاهداری می کنند. این اخطار برای توست. حرف های احمقانه به من نزن، آتلانتیس از تو و امثال تو نمی ترسد. خب من به تو اخطار دادم ولی تو توجهی نکردی. اگر از تعقیب من دست بر نداری به شهر و خانوادت رحم نخواهم کرد. یک قلعه بزرگ در وسط این سرزمین، آنها حتما از چیزی حفاظت می کنند. حالا سایپلاس می تواند آتشی از آسمان بر سرمان بریزد. کایرون، به نظر نمی رسد اینها یک گروه راهزن ساده باشند. اینجا دیگر کجاست؟ اینجا باید اربوس باشد، سرزمین هیدیس. ما آن را از زیر زمین پشت سر. یک دروازه. فکر میکنید پشت آن چه چیزی باشد؟ من نمیدانم، ولی اگر سایکلاپس بخواهد آن را باز کند باید مانعشان شویم. ما باید این دیوارکوب را نابود کنیم. با نیروهایتان حمله کنید. باید دیوارکوب را نابود کنیم. نیروهای کمکی رسیدند. به آنها حمله کنید. دروازه در حال باز شدن است. موفق شدید. خدایان نیز نیروهای بیشتر اینجا هستند. جالب است. فکر می کردم باهوشتر از این باشی که به اخطار من توجه نکنی. تو مرا مجبور کردی. خودت خواستی که سپاهیانت و شهرت را نابود کنم. باید بسیار مراقب باشیم. سایکلاپس به دنبال راهی دیگر برای ورود به جهان ارواح است. پس حتما دروازه های دیگری نیز وجود دارند. ارواح مردگان، آنها بسیار عجیب هستند، اما شاید بتوانند راه مبارزه کردن را در این مکان به ما بیاموزند. بله، حرکت می کنند. این سلاح ها می تواند بسیار مفید باشد، اما در استفاده از آنها باید دقت کنیم. تو باید بتوانی جواهرات گم شده را پیدا کنی. تو باید از مسیر رودخانه عبور کنی، ولی مراقب موجودات عجیبی که در طول مسیر می بینی باش. مأموریتمان به پایان رسید. حالا باید برگردیم. معبد آرکانتاس، پیش از این نیز خدایان به تو لطف زیادی داشتند. اینک نیز به تقاضای تو پاسخ دادند. بخت با ما یار بود که پاسدان حامی من است. قابل استفاده نیست. نمیدانم چرا پسایدون پاسخ مرا نمیدهد. شاید خدایان دیگر کمکت کنند. نظرت راجع به زئوس چیست؟ عجله کنید. سریع تر. ما باید اولین دروازه تارتاراس را باز کنیم. تو باید با کشتن آتلانتیسی ها عصای سه شاخه را به من بازگردانی. اگر به جهان ارواح فرار کرد چه کنم؟ او این کار را نخواهد کرد. من نقشه های زیادی برایش دارم قبل از اینکه او بتواند کاری انجام دهد. آیا خدای مصریان توان مقابله را ندارد؟ فقط اوسایریس است که میتواند مقابل ما بایستد و کمسید قصد مذاکره با او را دارد.
آلیس، مطمئنن این بار آرکانتاس نمیتواند از چنگ من فرار کند. بله، پوسیدون نیز امیدوار است بار دیگر پسرانش قدرتمند شود و آن موقع اتلانتیس دست او و پسرانش است. ما کجا هستیم؟ فرمانده، اینجا چه میکنید؟ ما گم شده ایم. پس خوش اقبال بودم. من آماندرا هستم. نیروهای خود را آماده کنید تا از این سرزمین دفاع کنیم. دفاع در مقابل چه چیزی؟ ما قسمتی از جسم اوسایریس را به دست آوردیم. دشمنان ما سعی در پس گرفتن آن دارند. به ما کمک کنید. باید بسیار مراقب باشیم. نگاه کنید، من برای جلوگیری از حمله دشمن تمام راه ها را بستم. شما راه برگشتی ندارید. یا اینجا بمیرید و یا با من به مبارزه بپردازید. خانوم، به جای دفاع و دیوار کشیدن بهتر است به دشمنان حمله کنید. باید تا حد امکان از اینجا حفاظت کنیم. آنها رسیدند. آمادم. یکی از بزرگترین دشمنان ما کمسیت است. او و سایر خدایان پلید سعی در به دست آوردن محموله ما دارند. کمسیت؟ آیا او دشمن توست؟ آنها معبد اوسایریس را اشغال کردند. اوسایریس نمرده، بلکه به نوعی خوابیده است و ما اگر جسم او را جمع کنیم دوباره زنده خواهد شد. ما باید اوسایریس را دوباره زنده کنیم. دهکده نزدیک اینجا توسط خدایان پلید اشغال شده. آنها از روستاییان برای استخراج طلا از معادن استفاده می کنند. نگاه کنید، مردان ما برگشتند. متشکرم غریبه. نیروهای کمسید قصد حمله به اینجا را دارند. ما به تو کمک خواهیم کرد. باید قبل از اینکه آنها برسند موضع دفاعی بگیریم. نیروهای کمسید به محدوده شهر رسیدند. حال تنها دهکده های اطراف شهر باقی مانده است. نگهبان بیدار شد. آیا در این صندوقچه یک خداست؟ قسمتی از جسم خدای ما اوسایریس. او را با حیله کشتند و جسمش را در صحرا پخش کردند. کمسیت قصد دارد این قسمت‌ها را دوباره جمع کند و آنها را کاملا از بین ببرد. اگر او مرده است، پس قسمتی از بدنش به چه کار می آید؟ کشتن یک خدا آسان نیست. اوسایریس به ظاهر مرده است، ولی اگر ما بتوانیم بار دیگر جسم او را جمع کنیم زنده خواهد شد. کمسیت به دنبال آن است تا با نابودی قطعات جسم او ما را از هدف من باز دارد. باید آرام حرکت کنیم. این قطعه اوسایریس را به شهر ببرید. آرکانتاس و مردانش در دره مخفی شدند. ما باید آنها را نجات دهیم، ولی وقت کمی داریم. عجله کنید، ارتشی آماده کنید تا قبل از ورود کمسیت بتوانیم به آنجا برسیم. جسم اوسایریس حالا اینجاست. آنجا خواهم رفت. به نظر عجیب است. باید مراقب باشیم. بله، محموله را از دروازه های شهر بگذرانید. این تنها شانس ماست. نظرت راجب اینجا چیست؟ اینجا مرکز امپراتوری اوسایریس است و این قصر اوست. حال باید قطعات را در جای خود قرار دهیم. باید بسیار مراقب باشیم. آنها را به سمت زندان ببرید. ای خدای بزرگ، به درخواست من گوش فراده. دوستان من اسیر شدند. به من قدرت بده تا بتوانم آنها را آزاد کنم. آتلانتیسی ها برای آزادی زندانیان اینجا هستند. متحدان شما اسیر شدند و شما باید آنها را آزاد کنید. آماندرا، مأموریت خود را انجام بده و بسیار مراقب باش. این دیگر چیست؟ سپاهی برای متوقف کردن من؟ گارگارنسیس، ما نیروهای آیسیس هستیم. خطوط دفاعی ما ضعیف شده. باید از خدایان کمک بگیریم. آماندرا، تمام نیروها را برای دفاع آماده کن. آماندرا، ما باید آماده حرکت شویم.
حالا باید از شهر فرار کنیم. ستنا، آیا بقیه کاهن‌های اوسایریس هم زندانی شدند؟ تعداد زیادی از آنها زندانی شدند. چرا او می‌خواهد اوسایریس را بکشد؟ تو واقعاً این را نمی‌دانی؟ سایکلاپس، تو همیشه پشت سر دیگران پنهان می‌شوی. تو در یونان نگذاشتی که به جهان ارواح بروم و قبل از من به اینجا رسیدی. حال می‌دانم که کدام خدا نگهبان توست و از تو حمایت می‌کند. پوسیدون حامی همه مردم آتلانتیس است. پوسیدون؟ تو احمق‌تر از آن هستی که من فکر می‌کردم. به زودی خواهی فهمید که اشتباه می‌کنی. اما قبل از این کار من سرت را از بدنت جدا خواهم کرد. وقت زیادی را برای تو هدر کردم. حال باید به هرم اوسایریس روم بروم و کار مهمی را انجام دهم. باید قبل از رفتن آن بخش از جسم اوسایریس را به دست آوریم. عجله کنید، نیروهای گارگارنسیس و کمسید به زودی خواهند رسید. جای نگرانی نیست، ما هنوز هم دوستان زیادی در اینجا داریم. بله، من دوستانی اینجا دارم که به من کمک میکنند. ما باید بتوانیم زندانیان را نجات دهیم. برای این کار باید موضع بگیریم تا دشمنان برسند. آنها رسیدند. بله. حال باید به منطقه مطمئنتری در شهر فرار کنیم. قطعه اوسایریس را از شهر خارج کنید. بعد از دروازه جنوبی باید با آنها بجنگیم. باقی نقشه را فردا انجام میدهیم. کارت را خوب انجام دادی. حالا من تو را برای ادامه سفرت آماده خواهم کرد. حالا زئوس بسیار قوی شده است، ولی همیشه اینطور نبوده. مدت‌ها قبل تیتان جهان را تحت سلطه کرونوس درآورد و انسان‌ها نیز تحت این قانون خشن قرار گرفتند. کاستور، پدر، دنبال من بیا. اطاعت. تو مانند بقیه مردان نیستی پدر. تو توسط خدایان حمایت میشوی پدر. به سوی معبد برو. آنجا خواهم رفت. آنجا خواهم رفت. اطاعت. حمله. باید مراقب باشیم پدر. همراه تو خواهم بود پدر. زئوس، پوسیدون و هیدیس در جنگ بزرگی با تیتان مبارزه کردند. کرونوس تیتان را در دوزخ حبس کرده است، در عمیق‌ترین مکان عالم ارواح. زئوس بر همه چیز حکمرانی می‌کند. پوسیدون بر او رشک برد و آرزوی نابودی او را کرد. کرونوس نیز این موضوع را فهمید و او را وسوسه کرد که قدرت برادرش را به چنگ آورد. پوسیدون؟ نه. بله، به هر حال مکان‌های زیادی برای ورود به دوزخ وجود دارد، ولی زئوس راه آنها را با دروازه‌های محکمی سد کرده است. این دروازه ها فقط ممکن است به دست گارگارنسیس باز شوند. یکی از این دروازه ها را هنگام ورود به اربوس دیدم. بله، گارگارنسیس فکر می کند اگر به بازگشت تیتان کمک کند، پوسیدون و کرونوس به او پاداش ابدی شدن را خواهند داد. این سنگ ها را نابود کنید تا بتوانیم به جهان ارواح برویم. این همانند نبرد با تریس بود. مدت ها از زمانی که تو او را به جهان ارواح فرستادی گذشته است. آلکانتاس، بار دیگر باید انتظار یک نبرد را داشت. پدر، باید فرار کنیم. آمادم. اطاعت. دشمنان تو از دریا گذر کردن. ناوگان در انتظار توست. ما باید با آخرین سرعت یک قرارگاه در اینجا بسازیم. باید نیروهای آنها را نابود کنیم. ما باید آنها را شکست دهیم. بدون شک زئوس نمی‌تواند مستقیماً در این نبرد دخالت کند و این دلیل بودن تو در اینجاست. اشتباهی نکن، زیرا کرونوس نباید فرار کند. این باید آتلانتیس باشد. امیدوارم بتوانیم همه را نجات دهیم. آرکانتاس، حالت خوب است؟ بله، فقط یک کابوس بود. بیایی تا نقشه عملیات را طراحی کنیم. من درست متوجه شدم؟
آیا هرم اوسایریس راهی دیگر به سوی دنیای ارواح است؟ بله، و اگر ما بتوانیم بدن اوسایریس را بازیابی کنیم، او بار دیگر زنده خواهد شد. حالا یک قسمت از جسم را به دست آوردیم، ولی هنوز سه قسمت دیگر باقی مانده است. ما باید دو گروه بشویم. آمان را، تو و کایرون نیروهایت را ببرید و به دنبال قطعات دیگر بگردید. آژاکس، تو با من بیا. آیا این همان جاست؟ بله، قلعه کمسیت. نیروهایتان را آماده کنید، باید حمله کنید. بله آماندرا. بدانید که هیچ کس غیر از من نباید با کمسیت مبارزه کند. کشاورزانی که در این نزدیکی هستند ممکن است به ما بله. کمک کنند. آنجا مردم نیل، گوش کنید. من آماندرا هستم، دشمن کمسیت. ما به دنبال این هستیم که این سرزمین را آزاد کنیم. ما با کمک تو کشاورزان را نجات خواهیم داد. حرکت میکنم. باید قبل از تعیین مسیر خود قرارگاه کمسیت را بگردیم. ما به صندوقچه اوسایریس رسیدیم. حال دشمنان ما کجا هستند؟ من درس خوبی به تو خواهم داد کمسیت و تو را از بین خواهم برد. ریختن خونتو در صحرا منتهای آرزوی من است آماندرا، ولی من نمیخواهم وقتم را اینجا تلف کنم. مراقب باشید، زمان انتقام به زودی فرا خواهد رسید آماندرا. در شمال اینجا یک درخت گز بزرگ کنار رودخانه وجود دارد. در بدنه آن میتوانیم سر اوسایریس را بیابیم. کایرون، یک عده سرباز. من نیورتیر هستم. ما به دنبال یک چشم هستیم و او را تا اینجا تعقیب کرده ایم. یک چشم؟ منظورت گارگارنسیس است؟ بله، او غولهای پلید را متحد کرده است و قسمت اعظم میدگارد نابود شده. ما به دنبال او هستیم تا از رسیدنش به راگناراک جلوگیری کنیم. راگناراک؟ پایان جهان. آیا تو یک چشم را دیده ای؟ او اینجا بود، ما با او مبارزه کردیم. آیا تو به ما ملحق خواهی شد؟ بله. بهتر است به قرارگاه او برویم، شاید بتواند به ما کمک کند. به قرارگاه ما خوش آمدی دوست من. از ما حفاظت کن تا ما نیز به شما کمک کنیم. بله. چوب بر. نابودی این مقبره جنگ در صحرا متوقف خواهد شد. بله آژاکس، آنها باید دزدان دریایی کیموس باشند. آیا فکر میکنی کیموس اینجا باشد؟ او اینجا بوده، حتما گارگارنسیس کیموس را مأمور این کار کرده است. از او کار بسیار سختی خواهد داشت. قرارگاه کیموس اینجاست. برای عبور پنهانی باید از کشتی ها استفاده کنیم. حال ما یک کشتی داریم. آنجا از اینکه ما را از چنگ دزدان دریایی نجات دادی متشکرم. بار دیگر نزد ما بازگرد تا به تو پاداشی دهیم. به خطوط دفاعی آنها بنگرید. نبرد سختی در پیش داریم. ما به شما در جنگ با دزدان دریایی کمک میکنیم. اینجا به قدر کافی طلا وجود ندارد. باید جلوتر برویم تا معادن بیشتری بیابیم. قبل از حمله به قرارگاه اصلی باید خودمان را آماده کنیم. آرکانتاس، ما پاداشی برای تو در نظر گرفته ایم. آنجا را نگاه کنیم. همانطور که گفتی کشتی ها برای من مفید خواهند بود. تو خیلی ضعیف تر از آن هستی که بتوانی با ما مقابله کنی. تو باز هم شکست خوردی کمسیت. من کاری نتوانستم انجام دهم. کیموس کشته شد. تو باید نیروهایت را به آن سمت ببری و با استفاده از آنها
دروازه ورود به جهان ارواح را باز کنیم تا بتوانیم پیروز شویم. آنها در امتداد ساحل حرکت می کنند و به زودی به اینجا خواهند رسید. ما باید سریعتر حرکت کنیم. من نمی دانم چه کار کنم. مردان را مجبور به کندن کنید تا بتوانیم به جهان ارواح برسیم. به محض اینکه اتفاقی افتاد به من خبر دهید. آماندرا و کایرون رسیدند. آنها قطعات اوسایریس را آوردند. آرکانتاس هم با آنها بود؟ خیر قربان، دیر شده است. ما باید شروع کنیم و امیدوار باشیم آرکانتاس برسد. علامت را بفرستید. آن یک علامت است. ما منتظر این موضوع بودیم. ما باید این قسمت از جسم اوسایریس را به نزدیک اهرام ببریم. تنها در این صورت است که امکان دارد موفق شویم. من موضع گرفتم. آرکانتاس با آخرین قطعه من آماده هستم. رسید. سریعتر حرکت کنید. ما باید به سمت هرم برویم. ما در جای خود قرار گرفته ایم. همه ی قطعات اینجا هستند، اما چرا اتفاقی نمی افتد؟ این کار زمان خواهد برد. باید عجله کنیم. خوشحالم که تمام قطعات را جمع کردید، ولی همانطور که میبینید اتفاقی نمیافتد و این به خاطر این است که خدای شما مرده است. چی؟ نه، من به جهان پای نهادم تا همه چیز را نابود کنم. گارگارنسیس هنوز زنده است. با من بیایید. ما خیلی دیر رسیدیم. یک دروازه دیگر در شمال است. شاید آنجا رفته باشند. اینجا وطن من است. آمان را یک کشتی برای من پیدا کن. آن کشتی متعلق به اودیسیوس است، اما بدون شک پوسیدون همانند او نیست. باید این اطراف را بگردیم. احتمالاً در امتداد ساحل نشانه های از او پیدا می کنیم. بدون شک اودیسیوس اینجا توقف کرده است. صبر کن آژاکس. خوک ها. به نظر می رسد که اتفاقی افتاده. آژاکس، آرکانتاس کمک! آمادم. آنها در حال کشتن نیروهای ما هستند. می روم. تو امروز نخواهی مرد. باید بقیه افراد را پیدا کنیم. آن مستحیان نگذارید مرا بگیرند. فکر میکنم این بسیار خوب است. میجنگم. با این وضعیت بهتر است به سمت برج‌ها فرار کنیم. نگاه کنید، یک دهکده. باید سری بقیه افراد را نجات دهیم. آنجا خواهم به آنجا نگاه کن. باید به دنبال آنها برویم. از اینجا به خوبی مراقبت می شود و ما نمی توانیم از روبرو حمله کنیم. باید راهی دیگر پیدا کنیم. می روم. می روم. بله. بله می روم. بله آنجا خواهم. آماده راحت. بله. چطور جرأت کردی به ما حمله کنی؟ صدای عمل خودت را خواهیدی. فکر میکنم باید تمام عمر در این جزیره نفرین شده زندگی کنم. من از کمکهایت متشکرم، ولی حالا باید برگردم. خدا حافظ آرکانتاس. نگران نباش دوست من. ما کشتی پیدا خواهیم کرد و تو و مردانت به وطنتان باز خواهید گشت. بالاخره گارگارنسیس خود را نشان داد. این مسیری بود که به دنبال آن بودیم و به میدگارد میرسد. امیدوارم میدگارد هوای گرمتری داشته باشد. اسکاندیناوی پر از غول‌ها و موجودات عجیب دیگر است. پس مرگ در اینجا نمیتواند چندان عجیب باشد. در این کشور باید بسیار مراقب باشی. اولین هدفمان این است که یک بار دیگر نیروهایمان را بازسازی کنیم. باید سریع عمل کنیم و مراقب باشیم تا از اینجا زنده عبور کنیم.
این مسیر پر از گورکاست، باید بسیار مراقب باشیم. این معابد موجودات پلید را به وجود می آورند، باید نابودشان کنیم. باید راه دیگری پیدا کنیم. مراقب باشید. چه شده؟ صبر کنید. نظر تو چیست؟ ما وقت زیادی نداریم، باید راهمان را انتخاب کنیم. فکر میکنی آنها چه میخواهند؟ شما مردان کوچک اینجا چه میکنید؟ کمک شما، ما به کمک شما نیاز داریم. بیرون بیایید و با ما صحبت کنید. قولها کوره ما را دزدیدند و برای بازگرداندن آن شما باید به ما کمک کنید. متاسفم، ما وقتی برای کمک به تو نداریم. آیا کوره یا آهنگری شما میتواند ما را به میدگارد برساند؟ البته، کوره آهنگری در اعماق کوهستان است، معدن طلا نیز همان نزدیکی هاست. تو به ما کمک خواهی کرد؟ تو باید ما را به سمت میدگارد ببری. آلیس بیا، باید از این مسیر بروی. آلیس ما باید یک قرارگاه در اینجا بسازیم. قولها در نزدیکی ما هستند، باید مراقب باشیم. عالی بود، حالا آهنگریتان نجات پیدا کرد. میروم. کوره را به دست آوردیم، باید از آن مراقبت کنیم. تو قولهای بیشتری را در میدگارد خواهی دید، بیا تا راه را به تو نشان دهم. شما که از اهالی اسکاندیناوی نیستید، پس چرا به میدگارد می روید؟ ما به دنبال دشمنان می گردیم، اونیز به دنبال راهی برای ورود به جهان ارواح است. ما باید او را متوقف کنیم. جهان ارواح؟ بسیار عجیب است. خب موفق باشید، اینجا میدگارد است. ما باید به آهنگری خود بازگردیم. آنها به دنبال راهی به جهان ارواح هستند؟ چه کسی به دنبال ما می آید؟ بیایید، باید همه چیز را آماده کنیم. با آمدن غول‌ها از بالای تپه‌ها اوضاع بسیار تغییر خواهد کرد. ساکت باشید، دشمنان در اینجا هستند. چه شده است؟ آرکانتاس پیشرفتی بیشتر از آن چه فکر می کردیم داشته است. آیا لوکی به ما خواهد پیوست؟ بله، ولی لوکی سرچشمه این قدرت را یافته است، چکشی از خدایان، و آن را نابود کرده تا آنها قدرت مقابله با ما را نداشته باشند. آلیست، مراقب باش کمسید، حالا برو. بیایید جلو و خودتان را با آتش من گرم کنید. آیا شما در راهتان قولی با یک چشم را ندیده اید؟ خوشحالم که شما به دنبال قول ها هستید. قبایل اسکاندیناوی در حال جنگ با یک دیگرند و قولها را فراموش کردند. مطمئنن با آمدن شما قولها از بین خواهند رفت. باید کاری کرد تا این افراد از جنگ با هم دست کشیده و به ما ملحق شوند. آنها همه ما را خواهند کشت. اگر قبل از حمله قولها پرچم سلحنگ روستا را به کنار معدن ببریم، شاید موفق شویم. شما باید به من کمک کنید. ما باید چه کار کنیم؟ مسیر پر از موجودات وحشتناک است. اگر از من محافظت کنید، راه را به شما نشان خواهم داد. قولها حمله کرده اند. از قرارگاه حفاظت کنید، اینجا نباید سقوط کند. بله، آنها در حال نابودی همه چیز هستند. چه میتوان کرد؟ باید سریعاً این دیوارها را به محاصره خود درآوریم تا بعد از آن بتوانیم به داخل آن حمله کنیم. یک سپاه بزرگ از غول‌ها، به سمت سنگ‌ها بروید. غول‌ها نزدیک می‌شوند، باید بسیار مراقب باشیم. آرکانتاس، دیوار فرو ریخت، حال باید به سرعت به سمت شمال برویم. عجله کن. اطاعت. درست است، از این طریق نمیتوان نفوذ کرد، باید به سمت شمال برویم. حالا باید چه کار کنیم؟ باید حواسمان را جمع کنیم.
نباید زیاد درگیر شویم. یک بار دیگر خداوند کمکمان کرد. نگاه کن، آنها از جنگیدن دست کشیدند. پرچم کار خود را کرد. آنچه میبینم باور نمیکنم. شماها دیگر کیستید؟ پس از اتفاقات عجیبی که رخ داد، غول‌ها از جهنم بیرون آمدند. همه آنها را بکشید. سربازان آماده باشید، ما باید از اینجا در مقابل دشمنان دفاع کنیم. نمیدانم چرا اسکاندیناوی ها در حال جنگ هستند. شاید پرچم من بتواند آنها را متوقف کند. فکر کنم آنها نسبت به پرچم حساس باشند. اگر رهبر یک قبیله پرچم را به آنها نشان دهد، شاید از جنگیدن دست بکشند. ما باید بتوانیم اسکاندیناوی ها را از مقر و پناهگاهشان بیرون بکشیم. آنجا تو بهترین جنگجو هستی. تو مطمئنن در مبارزه پیروز خواهی شد. ما نیز به تو کمک خواهیم کرد. ما در نبرد قبلی شکست خوردیم و حالا به فرمان تو هستیم. اسکالت، چه اتفاقی افتاده؟ توته شما پرچم فولستک را حمل کردید. او غولیست که به مردم این ناحیه حمله کرده. او شما را فریب داد، همانطور که همه مردم اینجا را فریب داده. تو کی هستی؟ او رگلیف است، از افراد اودین و به دنبال این است تا راگناراک و گارگارنسیس را متوقف سازد. بله، دقیقاً. حالا او به ما نزدیک شده. قبیله های زیادی در دره بعدی زندگی می کنند. آنها می توانند به ما برای مقابله با دشمن کمک کنند. ما وقت زیادی نداریم. باید برویم. تو می توانی پرچم را همینجا رها کنی. کمک کنی، دشمن حمله کرده است. متشکرم ای قهرمان. با ما بیا تا رهبرمان تو را ملاقات کند. از کمک تو متشکرم. می توانی از این ساختمان ها برای حمله استفاده کنی. کمک کنی، دشمن حمله کرده است. راه ورود به جهان ارواح را نابود کنند. آنها میخواهند دروازه آن را باز کنند. دشمن شکست خورد. ما پیروز شدیم. ما را نجات دهید تا به شما در پیدا کردن معادن طلا کمک کنیم. فریبه، با ساخت برج به دفاع از شهر ما کمک کن. ما نیز به تو ملحق خواهیم شد. سلام بر آرکانتاس، ما برای تو خواهیم جنگید. دختر مرا از چنگ قولها نجات بده تا مردان من همراهیت کنند. تو دختر مرا نجات دادی و قولها را شکست دادی. از تو بسیار متشکرم. نیروهای گارگارنسیس کی از اینجا رد شدن؟ مدت زیادی نیست که به سمت کوههای شمال رفتن و شروع به ساخت قلعه های محکم کردند. این یک در به عالم ارواح است و این تنها یکی از دروازه هاست. هنگام باز کردن دروازه باید بسیار مراقب باشیم. باید آنها را متوقف کنیم. برای تخریب دیوار به دیوار کوب نیاز داریم. دشمن به ما آسیب زیادی رسانده. آماده حمله باشید. بله. ظاهر اینجا نباید تو را فریب دهد. این راهی به جهان ارواح می باشد. اول تو اینجا را ترک کن کایرون. من در اینجا میمانم و مراقب تو خواهم بود. بهتر است ترکت کنید. من منتظر خواهم ماند. عالی است. گارگارنسیس دروازه را محاصره کرده است. این دروازه به کجا باز می شود؟ باید بسیار مراقب باشیم و قبل از اینکه گارگارنسیس دروازه را باز کند متوقفش کنیم. ما باید سریع این کار را انجام دهیم.
ما نباید بگذاریم تا چشم نابود شود. در جهان ارواح طلاهای بسیاری میتوان یافت. به سمت چشم بازگردید، آنها در آنجا هستند. کایرون برو. نه آرکانتاس، باید برویم. کاری برای او نمیتوان انجام داد. مراقب باشید، کسی به این سمت میآید. کایرون یک شوالیه بزرگ است. هیچگاه فداکاری او را فراموش نخواهم کرد. حال باید شما اینجا چه میکنید؟ صبر کن، این دیگر ما چیست؟ ما شما را تعقیب کردیم. چرا شما با ما نمی آیید؟ ما از لوکی هراس داریم و نقشه ما مهمتر از آن است که با غریبه ها صحبت کنیم. کدام نقشه؟ قبل از اینکه گالگارنسیس به شمار بیاید، لوکی تور را فریب داده و چکشش را نابود کرده. ما می خواهیم چکش دیگری تهیه کنیم. دسته آن را من از ریشه مخصوص خواهم ساخت و ایتری تیغه آن را دارد. اگر چکش تور را برگردانیم، او می تواند از دروازه مراقبت کند. اگر ما طلای بیشتری پیدا کنیم و به بالا بفرستیم، می توانیم نیروهای بیشتری به دست بیاوریم. بله، باید از دروازه دوری کنیم، چرا که دشمنان بسیار قوی هستند. نگاه کنید، ایتری رسید. سربازانتان را جمع کنید و مراقب باشید. مراقب باشید، دشمنان رسیدند. بله. کورانوس، بالاخره آزاد شدی. بله، بسیار خوب است. چی؟ همان طور که گفتم، باید پیش از این آرکانتاس را میکشتیم. ساکت باش، همه چیز از دست نرفته. چی؟ با این وضعیت ما چیزهای بسیاری را از دست خواهیم داد. باید مراقب باشیم دوست من. بله بله، وظیفه تو بسیار مهم خواهد بود. خب نقشه تو چیست؟ آرکانتاس. آه، ما کجا هستیم؟ در میدگارد، نبرد هنوز تمام نشده است. دروازه چه شد؟ دروازه بسته است و ما نتوانستیم گارگارنسیس را متوقف کنیم. نیروهای او به این سمت می آیند. از مسیر شما مراقبت زیادی می شود و باید مراقب باشید. ما باید از منابع برای دفاع از خودمان استفاده کنیم. به شرق نگاه کن. اگر اینطور حرکت کنیم، شانسی برای موفقیت نداریم. لشکر تو باید خودشان را فدا کنند تا من و پرچمم به آنجا برسیم. ما محاصره شدیم، نزدیکتر شوید. شاید اودیسیوس به زودی با سپاهی بزرگ به اینجا میرسد. اودیسیوس، از دیدنت خوشحالم. آرکانتاس، تو دشمنان را شکست دادی. اودیسیوس، حالا زمان نبرد با سایکلاپس است. خوشحالم نظرت عوض شد. شبی در رویا شهرمان را خراب شده دیدم. آتنا نیز آنجا بود. معنی رویا را فهمیدم. چطور ما را پیدا کردی؟ او گفت که باید با دشمنان بجنگم. رویای من تمام شد. فکر میکنم حالا باید کشتی‌هایمان را پیدا کنیم و به سوی وطنمان بازگردیم. و این عقیده خوبی است. آژاکس، آیا مطمئنی که نمیخواهی او را به آتلانتیس بازگردانی؟ نه،
امکان ندارد او پا در سرزمین من بگذارد. این برای کایرون است. چقدر نزدیک هستیم؟ ما باید قبل از طلوع آفتاب به بندر برسیم و سر گارگارنسیس را با خود ببریم. بله قربان. آرکانتاس، این یک کیله بود، باید کار کمسیت باشد. آتلانتیس، آرکانتاس، سریع حرکت کنید و یک قرارگاه در ساحل بسازید. حالا برگردید آتلانتیسی ها، تا جایی که می توانید اهالی آتلانتیس را نجات دهید. آرکانتاس رسید، ما نجات یافتیم. پدر، آرکانتاس، سایکلوپس وارد معبد بزرگ شده. خدایان کمکمان کردند و ما توانستیم به اینجا برسیم و این دروازه آخر است. چی؟ برونوس، خدای بزرگ، جهان را به من بازگردان. سریع تر از اینجا بروید. ما بدون تو هیچ جا نخواهیم رفت. کاری را که گفتم انجام دهید. مردان را به سمت کشتی ها ببرید و مرا با گارگارنسیس تنها بگذارید. نه، تو به من قول دادی کرونوس. اگر آماده فرماندهی هستی ما به تو کمک خواهیم کرد. حالا چه نقشه‌ای داری؟ فقط ساختمان‌ها. ما مردم را نجات دادیم. از آرکانتاس چه خبر؟ آرکانتاس، بیدار شو.